سلام رضا احمدی هستم و با مبحث رزومه نویسی و موفقیت در مصاحبه کاری در خدمت شما اول بیایم ببینیم رزومه چیه اصلا این رزومه که قرار در مورد صحبت کنیم رو تعریف کنیم شامل چه آیتم هایی و این رزومه چه فرقی با سیوی داره که معمولا ما میشنویم من سیوی فرستادم برای فلان دانشگاه یا فلان شرکت رزومه چیه شامل چه مواردیه ببینید رزومه چون اولین ارتباط ما با کارفرماست نقش بسیار مهمی در ایجاد اون فرصت شغلی یا ایجاد یک مصاحبه شغلی برای ما داره در واقع رزومه یک برگ کاغذیه که ما اومدیم داخل اون تلاش هامون رو توانایی هامون رو دستاورت هایی که تو زمینه تحصیلات و تجربیات شغلی داشتیم رو اومدیم به صورت خلاصه بیان کردیم رزومه در واقع مثل یک ابزار بازاریابی شغلی عمل میکنه که هدف اون جلب توجه کارفرماست تا ایجاد فرصت برای مصاحبه رو برامون به وجود بیاره. از جمله مواردی که توی رزومه قرار میگیرن میتونیم به اطلاعات شخصی اشاره کنیم که این اطلاعات شخصی یعنی نام، نام خانوادگی، نشانی، شماره تلفن و ایمیل. هدف شغلی ما چیه؟ خلاصه ای از هدف شغلیمون داشته باشیم، خلاصه ای از اهداف کاریمون باید داشته باشیم تحصیلاتمون سوابق تحصیلی شما چی هستش لیسانس فوق لیسانس دکترا از چه سالی تا چه سالی تو چه رشته ای چه دانشگاهی تجربیات شغلیتون رو باید بنویسید حتما باید این تجربیات شغلی رو اگر قرار برای یک شغل شما رزومه بفرستید برای اینکه بتونید اون مصاحبه شغلی رو برای خودتون فرصتش رو ایجاد کنید باید این تجربیات شغلیتون رو بنویسید تجربیات کاریتون رو بیاید به ترتیب زمان بنویسید مهارت رو بنویسید مهارت های تخصصی و عمومیتون دستاوردهایی هایی که داشتید افتخاراتی که داشتید یا همون دستاورد های حرفه و تحصیلیتون رو داخل رزومه میتونید بنویسید هنگام نگارش رزومه بهتره که توانایی و مهارت خودمون رو نشون بدیم خودمون رو بتونیم به عنوان یک انسان توانا و با مهارت نشون بدیم هم میتونیم از این الگوها و نمونه های آماده رزومه که تو اینترنت وجود داره به عنوان راهنمایی نه اینکه خودش رو استفاده کنیم به عنوان راهنمایی برای تدوین بهتر رزومه خودمون استفاده کنیم خب فرق میکنه دیگه رزومه بنویسیم یا سی وی حالا فرق این رزومه و سی وی چیه اول بیایم در مورد هدف نگارش این دوتا فایل با هم صحبت کنیم هدف اصلی رزومه جلب توجه اولیه و ایجاد فرصت برای مصاحبه توی اون شغلی هستش که ما براش اقدام کردی و منظورمون شغل خاص هستش پس هدف اصلی رزومه جلب توجه اولیه و ایجاد فرصت برای مصاحبه توی شغل خاصی هستش یعنی ما برای شغل متفاوت متناسب با موقعیت شغلی میاییم رزومه های مختلفی رو می نویسیم. اما سیوی یک سند کامل تریه و جزئیات بیشتری رو اومده در مورد تجربیات و مهارت های شخصی ما ارائه میده و معمولا وقتی ما میایم از این سیوی استفاده می کنیم که نیاز باشه تجزیه و تحلیل دقیق تری در مورد ما انجام بشه از طرفی حجم این دو تا سند یا این دو تا فایل هم با هم فرق داره رزومه معمولا به صورت خلاصه و توی یکی دو صفحه نوشته میشه اما سیوی میتونه تا چند صفحه باشه بسته به اینکه شما چقدر سابقه دارید چه کارهایی کردید چه دستاوردهایی داشتید میتونه تا چند صفحه هم سیوی ادامه داشته باشه اما این دو تا فایل از نظر محتوا هم با هم فرق دارن رزومه به خصوص بر روی مواردی تاکید داره مثل هدف شغلی تحصیلات سوابق شغلی و در واقع مهارت های کلیدی ما رو این موارد رزومه اومده تمرکز اصلی خودش رو گذاشته اما سیوی شامل اطلاعات بیشتریه مثل تحصیلات یا مقاله هایی که نوشته شده دستاورت های شخصی که داشتیم و این نکته رو هم توجه کنید رزومه برای درخواست های شغلی خاصی استفاده میشه و هدف ما از فرستادن رزوم جلب توجه اولیه و ایجاد یک فرصت برای مصاحبه است وقتی میگیم یک برگ کاغذ رو فرستادیم جای من حرف بزنه همین موضوع رو داره بیان میکنه قرار این برگ کاغذ برای ما بازاریابی کنه یک فرصتی رو برای مصاحبه شغلی فراهم کنه که بتونیم اونجا بریم خودمون رو بیشتر نشون بدیم پس رزومه یکی دو صفحه است با موقعیت شغلی تطبیق داده شده این یعنی چی یعنی من قبلا سابقه کار مهندسی مواد داشتم مدرک ارشدش رو هم گرفتم دکترا رو الان اومدم مدیریت میخونم و سابقه تدریس توی فرادرس هم دارم توی رزومه بر اساس موقعیت شغلی میان به این تجربیات من نگاه میکنن اما سی اینطوری نیست خیلی مفصل تره توی رزومه الزامی به ترتیب تاریخ و ثبت همه سوابق شغلی نیست و با توجه به موقعیت شغلی بعضی سوابقمون رو میتونیم ذکر کنیم میتونیم ذکر نکنیم اما توی سی وی اینطوری نیست که ما هر چی رو دوست داشتیم ذکر کنیم یا ایگنور کنیم و مشخصات من به شکل کامل میاد نوشته میشه شرح وظایفم توی اون شرح شغلی که نوشتم شرح وظایف من چی بوده من چه سمتی داشتم چه کارهایی انجام دادم دستاوردهای شغلی من چی بوده من توی اونجا کار کردم به کجا رسیدم دستاوردم چی بوده اینا باید با دقت نمایش داده بشه اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره و باید بدونیم اینه که توی سیوی سوابق تحصیلی دستاوردهای شخصی من مقاله‌ای که دادم کتابی که نوشتم جایزه گرفتم اینا همش توی سیوی نوشته میشه در حالی که این دستاوردهای دانشگاهی من توی رزومه معمولا نوشته نمیشه تو سی وی الزامی به ذکر تاریخ وجود داره و با موقعیت شغلی هم سی وی تغییر نمیکنه. یعنی رزومه میاد متناسب با موقعیت شغلی تغییر میکنه ولی سی وی یک فایلیه که من اومدم توش کل تجربیاتم کل دستاوردها کل کارهایی که انجام دادم رو بر حسب سال و به ترتیب زمان نوشتم خب انواع مختلف رزومه چیه؟ ما میگم یک رزومه رو باز میکنیم نوشته آقای احمدی خانم شمسی پور با این تاریخ تولد با این مشخصات بعد ببینیم که به ترتیب نوشته از فلان تاریخ تا فلان تاریخ تونی شرکت کار کردم عقبتر یا زیرش حالا بر اساس ترتیبی که نوشته میاد مینویسه از 90 تا 99 در دانشگاه مثلا امیر کار کردم و غیره یعنی به ترتیب زمان اومده نوشته سابق شغلی من اینا هستن که این مدل راحت ترین و متداول ترین نوع رزومه ایه که ما میتونیم بنویسیم و اکثر آدما هم می نویسن بهش میگن رزومه زمانی که سابقه شغلی رو اومده بر اساس تاریخ نوشته و این تنها رزومه ایه که تمام مواردی که توش می نویسیم تمام بندهایی که توش می نویسیم لازمه که تاریخ براش نوشته بشه ولی توی بقیه رزومه ها این شکلی نیست چرا برای اینکه کارفرمایی که داره میخونه اصلا شاید حوصله نداشته باشه بدون من آقای احمدی 5 سال پیش ده سال پیش اصلا کجا کار میکردن چی کار میکردم بعد از اون رزومه عمل کردی هستش که این رزومه معمولا برای موقعیت های شغلی خاصی نوشته میشه که اگر ما از کوتاه بودن این نوع رزومه صرف نظر کنیم میتونیم بگیم که شبیه به سیویه اما فرقی که با سیوی داره اینه که کوتاه و سیوی خیلی مفصل تره و این رزومه برای موقعیت های شغلی خاص نوشته میشه ولی سیوی اینطوری نیست تمرکز این نوع رزومه معمولا روی مهارت ها و سوابقیه که با اون موقعیت در ارتباطه دوباره تاکید میکنم چرا ما نباید سوابق شغلی غیر مرتبط رو داخل رزومه بنویسیم مثلا من الان توی فرادرس میخوام شروع به کار کنم چرا نباید بنویسم قبلا بازاریاب بودم اولا موقعیت شغلی که من میخوام دو فرادرس براش اقدام کنم به عنوان یک مدرس این اولین میشه. من میام بنویسم قبلا بازاریاب بودم کارفرما برمی داره فایل منو میخونه اولا اولین ایرادی که وجود داره اینه که ممکنه کارفرما حوصلش سر بره دومین موردی که پیش میاد کارفرما فکر کنه من آدم حواس پرتیم آدم کم دقتیم چه ربطی داره من نوشتم یه زمانی مثلا بازاریاب بودم توی یه پروژه کار میکردم و اینقدر حالا درآمد داشتم چه ربطی داره که الان میخوام به عنوان مدرس شبیه سازی مشغول بشم پس تو رزومه عمل کردی حتما باید چیزی نوشته بشه که با موقعیت شغلی که در این براش اقدام میکنیم مرتبط باشه بعد از اون هم میرسیم به رزومه ترکیبی که در واقع رزومه ترکیبی ترکیبی از زمانی و عمل کردیه خب این یعنی چی ما تو عمل کردی گفتیم که بیایم فقط عمل کرد هامون رو می نویسیم. تو زمانی هم گفتیم که همه چی رو مینویسیم بر اساس تاریخ می نویسیم. خب تو ترکیبی میایم عمل کرد هامون رو زماندار می نویسیم. یعنی همزمان جفتش رو رعایت می کنیم. و حتما توی رزومه زمانی از آخر به اول بنویسید. آخرین کاری که انجام دادید برای کارفرما مسلما از اهمیت بیشتری برخوردار. خب ما اومدیم در مورد انواع مختلف رزومه از نظر محتوا صحبت کردیم اما بیایم در ادامه در مورد انواع رزومه از نظر نوع نگارش صحبت کنیم به طور کلی و جامع اگه بخوایم بگیم ما دو مدل رزومه داریم که از نظر محتوا خیلی با هم متفاوته اولیش رزومه کاری دومی رزومه تحصیلی تو رزومه کاری هماهنگی بین تجربیات شغلی مهارت ها و تحصیلات به منظور جلب توجه کارفرما بسیار مهم است. این نوع رزومه هم معمولا برای جلب فرصت شغلی و ایجاد تأثیر و انگیزه برای اینکه کارفرما یا استخدام کننده به ما یک فرصت مصاحبه ای بده نوشته میشه. در مقابل رزومه تحصیلی وجود داره که شما به عنوان یک دانشجو یا تحصیل کرده به دنبال بورسیه یا فرصت تحصیلی در دانشگاه مختلف یا خارج از کشور هستید. میایید از این نوع رزومه استفاده میکنید. مواردی که معمولا مورد توجه قرار می گیرن شامل پروژه های تحقیقاتی، مقالات منتشر شده و فعالیت های آموزشی میشن. این اطلاعات در واقع نشون دهنده تخصص و علاقه شما به ادامه تحصیل و تلاش برای ارتقاء دانش علمیتون رو نشون میده. خیلی مهمه که زمان ایجاد رزومه خودتون هدف مخاطب رو هم در نظر بگیرید و اطلاعات مهم و مرتبط رو بیایید قشنگ طبقه بندی کنید و با دقت و کیفیت مناسب توی هر کدوم از این رزومه ها ذکر کنید این کمک میکنه تا رزومه به شکل بهتری برای موقعیت خاصی طراحی بشه اگر بخوام ساده بگم که این دوتا از نظر محتوا با هم فرق میکنن اینو باید خیلی در نظر بگیرید شما مهمه که میخواید برای شغل اقدام کنید یا برای اینکه ادامه تحصیل داشته باشید توی اینجا حتما باید بنویسیم که مقطع تحصیلی که داشتیم چیا بوده تو رزومه کاری من اجازه ندارم کار پاره وقت بنویسم فقط کارهایی که فول تایم بوده رو مینویسم اما رزومه تحصیلی از اسمش مشخصه تمرکز رزومه تحصیلی روی سوابق علمی منه کاری که تو مراکز آموزشی داشتم انجام میدادم مقاله هایی که داشتم پروژه هایی که داشتم و معمولا این رزومه رو برای مصاحبه دکترا یا بورسیه شدن و اپلای کردن تو دانشگاه های دیگه می نویسیم و این نوع رزومه هدف و تمرکزش روی قسمت علمی من هستش و نه روی قسمت های مربوط به کار و شغل رزومه بعدی رزومه کارآموزی الان دانشجو بعد اینکه فارغ التحصیل میشن بعد برن کارآموزی دیگه یه دو واحد سه واحد کارآموزی دارن به عنوان 320 ساعت باید برید توی یک شرکتی توی یک کارگاه مرتبطی دوره کارآموزی بگذرونید این کارآموزی خیلی خوبه اگر رزومش رو بنویسیم چرا چون وقتی طرف این رو میخونه میگه خب این آدم هدف داشته کاراش با برنامه بوده نشون میده این آدم بعد اینکه درسش رو خونده گفتم خب من حالا که علم یه چیزی رو دارم علم این تخصص رو دارم بیام مهارت‌های عملی رو هم تو همین حوزه داشته باشم و نشون میده که منی که رفتم کارآموزی آدم بی هدفی نبودم. پس رزومه کارآموزی هم رزومه خوبی هستش. رزومه کارآموزی چه جوری نوشته میشه؟ رزومه کارآموزی مثل رزومه کاری باید تحصیلات فرد توش باشه. بعد میگن اونجایی که رفته کارآموزی رو بنویس، چه مدت اونجا بودیم، چی کار میکردیم و شرح وظایفمون رو مختصر مینویسیم. اما فرق اصلی که با رزومه کاری داره اینه که ما گفتیم تو رزومه کاری اجازه نداریم از موفقیت همون بگیم ولی تو این رزومه اجازه داریم در مورد این موارد صحبت کنیم یک نوع دیگر رزومه هم وجود داره رزومه اجباری یا آنلاین که معمولا یک سری شرکت هایی که میخوان سازمان استخدامی انجام بدن میان یک قالب آماده شرکتی رو ایجاد میکنن شما میدید داخل اون قالب مواردی که وجود داره رو تکمیل میکنید قسمت های مختلف رو تکمیل میکنید و مشکلی که وجود داره ما نمیتونیم برخی از موارد رو به شکل کامل ارائه بدیم و جوری رزومه رو بنویسیم که توش ابهامی وجود نداشته باشه تو این مدل رزومه چون قسمت توضیحات معمولا وجود نداره رزومه رو با ابهام ننویسید در این قسمت قرار در مورد قسمت های مختلف یک رزومه با هم صحبت کنیم قبل از اینکه بخوایم قسمت های مختلف یک رزومه رو معرفی کنیم در مورد یک مبحث خیلی مهم باید با هم صحبت کنیم کاور لتر که در واقع یک نامه کوتاه و رسمیه که متقاضی شغل به همراه رزومش به کارفرما یا مدیر منابع انسانی یک شرکت ارسال می‌کند. هدف اصلی این نامه چیه توجیه مختصر و مؤثری در مورد ارتباط و توجه به موقعیت شغلی مورد نظر هستش مهمترین نکاتی که باید در کاور لتر رایت بشه شامل این مواردی یعنی که داخل این اسلاید با هم صحبت کنیم اولا مخاطب باید مشخص باشه نامه باید به یک شخص مشخص توی شرکت معطوف بشه بهترین حالت اینه که اسم شخص رو داشته باشید اگر نمیدونیم به چه کسی قرار این رزومه رو بفرستیم با عنوان میفرستیم مثلا به مدیر منابع انسانی بعد خودمون رو معرفی میکنید شامل اطلاعات مختصری از جمله نام، سابقه تحصیلی و تجربه کاری که شما داشتید. بعد شما باید بیاید بگید که چرا به این شغل علاقه داریم و چرا توامندی ها و تجربیات خودتون رو فکر میکنید که با این موقعیت شغلی مورد نظر همخوانی داره. بگید من چون مثلا روی فلان پروژه کار کردم یا این سابقه شغلی رو دارم که مرتبط هست به این عنوان شغلی حس میکنم برای این کار مناسب و این رو می نویسید با حالا با هم یک کابلتر رو در ادامه بررسی میکنیم که این شکل درست نوشتن این کابلتر به چه صورتی هستش شما بیاید مهارت هاتون رو برجسته کنید تاکید روی مهارت و ویژگی خاصی که شما رو از بقیه متمایز میکنه داشته باشید من این مهارت رو دارم میدونم که مثلا تو ایران تعداد کمی آدم این مهارت رو دارم و انتهای کاولتر حتما یک متنی بنویسید که ابراز آمادگی کنید برای مصاحبه و به اطلاع بدید که من منتظر فرصتی هستم برای بحث بیشتر در این مورد یعنی خودتون رو بگید که آمادم اعتماد به نفس خودتون رو نشون بدید گفتیم که رزومه یک ابزار تبلیغاتی شخصیه و شما با استفاده از این کاور لتر و رزومه که می نویسید اگر به شکل خلاقانه بنویسید میتونید از بقیه متقاضیان این شغل متمایز بشید و نشون بدید که چرا برای موقعیت مورد نظر مناسب هستید خب بریم یه نمونه کاور لتر رو با هم ببینیم پس نامه ای وجود داره به اسم کاور لتر وقتی من رزومه رو جایی میفرستم و کسی قرار اون رو بخونه و من رو استخدام کنه من اون شخص رو مخاطب قرار میدم چرا این کارو میکنم اولا این یه جور احترام به فرده دو با من این پیام رو به اون فرد میرسونه که من نیومدم یه متن رو بنویسم، هی کپی پیست کنم این ور ور بفرستم. پس بهتره که مخاطبم اطلاعاتش نوشته بشه. کاور لتر باید کوتاه باشه، مختصر باشه، مفید باشه. چون کاور لتر آشنایی مقدماتی اون فردی که قرار بیاد از من مصاحبه بگیره یا قرار من برم پیشش ازم مصاحبه بگیره رو ایجاد میکنه از آشنایی اولیه رو این لتر ایجاد میکنه در واقع مثل یک مقدمه کتابه و میایم داستان زندگیمون رو بیان میکنیم چه کارهایی کردم چه مشکلاتی رو برطرف کردم خب ببینیم اینجا چطور نوشته شده اول مدام نام شخص رو نوشتم نام مدیر یا مسئول مشخص اگر نبود میام می نوشتم مدیر منابع انسانی یا اگر جفتش رو داشتم اول اسم شخص رو می نوشتم. جناب آقای علی محمدی مدیر منابع انسانی شرکت این شرکت چرا این کارو میکنیم چون اسم فرد باید بالاتر از سمتش نوشته بشه حالا من اومدم سلام رو نوشتم این اسم سلام و باید بگیم که من آگهی استخدامی شما رو از طریق این منبع موقعیت شغلی دیدم از طریق روزنامه دیدم از طریق سایت های کاریابی دیدم تو فلان سایت رویت کردم این رو حتما باید بنویسید در ادامه گفته در مورد این شغل بغلاد جذاب دیدم خب این قسمت اول بعد چی شد؟ این قسمت اول شدش که من آگهی شما را از اینجا دارم و معتقدم که تجربه حالا به خاطر این مهارتهایی که دارم و این تجربه که داشتم و انگیزه ای که دارم من حس میکنم با این موقعیت شغلی شما همخوانی دارم چرا حس میکنم؟ من این تجربه را دارم این مهارت رو دارم چه مهارتی دارید؟ چه تجربی داریم میبینی که در طول سال گذشته من در یک تجربه شغلی که مرتبط به چند تجربه شغلی که مرتبط رو در اینجا نویسید فعالیت داشتم و مسئولیت هایم شامل این موارد بوده است پس شما اومدید گفتید که من این تجربه ها رو داشتم این مسئولیت ها رو داشتم به خاطر این تجربه هایی که داشتم حس می برای این عنوان شغلی که شما نوشتید مناسبه من تجربه طراحی سایت داشتم من تجربه شبیه با آواکوس داشتم حس میکنم حالا که شما مدرس آواکوس میخواید من مناسبم چون قبلا این تجربه شغلی رو داشتم علاقه دارم انگیزه دارم یا اینکه اینو نوشتید تموم شد اگر قبلا یه پروژه انجام دادید و مشارکت داشتید و فلان نتیجه رو گرفتید میایید مینویسید طرف رو علاقمند میکنید که به رزومه شما رو باز کنه نگاه کنه می نویسید چنانچه در رزومه مشاهده خواهید کرد یعنی که شما داری طرف رو ترغیب میکنی بره رزومت رو بخونه پروژه یا پروژه های یا نام های یه توضیحات خیلی مختصری از پروژه رو مینویسی مشارکت داشتم و نتیجهش رو مینویسی این قسمت انتهایی چرا قرمزش کردیم شما میتونید این قسمت انتهایی رو بنویسید یا ننویسید کی میایم اینو می نویسیم اولا اینکه این موارد کوتاه بودن یعنی ما اومدیم اینا رو نوشتیم کم شده کوتاه شده کابلتر خیلی کوتاه شده میایم میگیم که من از این دانشگاه تو این رشته فارغ و تحصیل شدم این مهارت های برجسته رو دارم علاوه بر این مهارت هایی که شما نیاز دارید من مهارت های هم دارم که میتونه مرتبط باشه با عنوان شغلی که شما دارید و در نهایت چی نوشته نوشته با آرزوی دیدار و گفتگوی بیشتر من منتظر مصاحبه با شما هستم خب این نشون میده که شما یک انسان آماده هستید منتظرید که مصاحبه کنید خودتون رو به چالش بکشید و مسلما چیزایی که اینجا نوشتید بی خود نیست با احترام اسم خودید این میشه یک کاور لتر استاندارد که شما باید متن ایمیلتون این باشه بعد بیاید فایل رزومتون رو پیوست کنید اولین قسمتی که تو رزومه وجود داره هدره که به قسمتی اشاره میکنه که اطلاعات اولیه یا قشنگتر بگم شناسنامه ما رو شامل میشه این بخش میاد در قسمت ابتدایی رزومه قرار میگیره و اطلاعات مهمی مثل نام، اطلاعات تماس و در بعضی موارد اطلاعات کاملتری یا میاد نمایش میده اطلاعات که معمولا تو قسمت هدر نوشته میشن نام و نام خانوادگی این مورد باید به وضوح و با حروف بزرگ نمایش داده بشه در موردش صحبت میکنیم عنوان یا هدف شغلی ممکنه شما یک عنوان کوتاه رو اضافه کنید یا یک متن رو بنویسید تا هدف شغلی خودتون رو به کارفرما نشون بدید اطلاعات تماس شماره تلفن، ایمیل، آدرس، لینک های ارتباطی مثل لینکدین. آدرس، حالا نه اینکه آدرس دقیق رو بزنید. حدودی مثلا تهرانم بعضی ها میان از آیکون ها یا لوگو های تصویری هم برای تزیین هدر استفاده میکنن که به سلیقه شخصی شما بستگی داره مثلا میان کنار شماره تماس یک علامت تلفن میذارن کنار ایمیل یک علامت نامه میذارن یک علامت ایمیل میذارن ببینید بخش هدر مهمه چرا بخش هدر مهمه چون اولین چیزیه که کارفرما یا شخصی که قرار ما رو استخدام کنه میبینه پس خیلی مهمه که این بخش رو با دقت و حرفه‌ای طراحی کنیم یه سری نکاتی وجود داره مثلا شماره تلفن همراه بهتره بنویسید و اگر شما امکان تماس صوتی باهاتون وجود داره بنویسید که آقا من امکان تماس صوتی باهام وجود داره اگر منزل هستین شماره تلفن ثابتتون رو بذارید ولی اگه خونه نیستین سر کارید یا فکر میکنید کم در خونه باشید شماره ثابت گذاشتن فقط باعث میشه که شما اون شغل رو از دست بدید چرا چون فرد مرتب با شما تماس میگیره و نمیتونه به شما اطلاعات بده که آقا شما فرزن بر اساس این رزومه قبول شدید و فلان تاریخ بیاید برای مصاحبه شغلی پس بهترین گزینه اینه که شماره موبایلتون رو بذارید و بنویسید که آیا شما تماس تلفنی دارید امکان تماس تلفنی دارید یا نه صندوق تماس صوتی یا صندوق پیام های صوتی روی گوشیتون وجود داره یا نه این آدرس ایمیل خیلی بحث مهمیه شما باید به یک آدرس ایمیل اصلی حرفه‌ای بنویسید نه ایمیل هایی که حالا برای اکانت های بازی یا جاهای دیگه استفاده میکنید یا حالت فانتزی طوری دارن ایمیلی که مینویسید در واقع معرف شماست نشون میده که شما چقدر جدی هستید تو کارتون خیلی مهمه از ایمیل شما میشه حد زد که شما چقدر آدم جدی هستید چقدر تمرکز دارید چقدر حرفه هستید پس ایمیلتون هم باید حرفه و اداری باشه اگر حساب کاربری دارید توی لینکدین اون رو حتما بذارید یا حالا هر سایت دیگه ای که داخلش حساب کاربری دارید و اجازه بدید که آدما دسترسی داشته باشن به اطلاعاتتون شما با این کار اجازه میدید که فرد به اطلاعات شما دسترسی داشته باشه در واقع هدر کل اطلاعات ما رو داره پس دو خط زیر هدر میایم یه خلاصه ای در مورد خودمون می نویسیم که هدف شغلیم چیه نه که تجارب کاریتون رو بنویسید نه اما عکس بذاریم یا نذاریم این یه بحثی هستش که باید در موردش صحبت کنیم آیا ما باید عکس بذاریم یا نذارید رزومه بهتره که عکس نداشته باشه برخلاف اینکه ما میبینیم اکثر آدم ها مخصوصا تو ایران رزومه شون عکس داره شما بستگی به کشوری داره که میخواهید اقدام کنید یا داخلش زندگی میکنید توی آمریکا و انگلیس که اصلا میگن به خاطر قوانین ضد نژادپرستی چون میان بر اساس جنسیت قضاوت میکنن اگر عکس بذارید عکس گذاشتن مورد قبول نیست برای کشورهای اروپایی مثل حالا فرانسه و بلژیک و آلمان تا این لحظه مشکلی برای گذاشتن عکس وجود نداره ایران که کاملا یه کار روتینیه و همه میذاره اما چرا این کشور اومدن عکس گذاشتن رو ممنوع کردن چون ممکنه کارجو بر اساس نژاد یا جنسیتش جذب بشه یا جذب نشه رو باید برید سرچ کنید ببینید کجا عکس گذاشتن ممنوعه مثلا تو آمریکا، کانادا، بریتانیا قوانین ضد تبعیض نژادی میگن که اصلا نباید عکس داشته باشه. حالا اگه قرار شد عکس بذاریم چطور عکسی بذاریم؟ یه جایی بود ما با دوستامون رفتیم بیرون، یه عکسی گرفتیم، همون عکس رو میایم میذاریم نه این کار درست نیست. عکسی که میذارید حتما باید با دوربین حرفه‌ای گرفته بشه، نه که با دوربین موبایل. چون کیفیتش خوب نیست، رزولوشن مناسبی نداره. لزوما باید عکسی که میذاریم پشت زمینش سفید باشه. لباس مرتبط باشه اگر نمیدونید لباس مرتبط چیه برای اون شغل لباس رسمی بپوشید در ادامه باید سوابق تحصیلیمون رو بنویسیم تحصیلات تو رزومه کاری گفتیم نوشته میشه پس این سوابق تحصیلی یک بخش جدای ناپذیر تمام رزومه است و باید بعضی نکات مهم رو در مورد نحوه نوشتن این سوابق تحصیلی با هم بررسی کنیم بعضی هم معدلشون رو می نویسند، بعضیام هم نمی خب ما چی کار کنیم؟ چطور تصمیم بگیریم که معدلمون رو بنویسیم یا ننویسیم؟ چیزی که مسلما وجود داره و در موردش با قطعیت میتونیم صحبت کنیم اینه که اگه معدلتون پایینه حتما ننویسید. خب بعضی الان براشون سوال میشه. خب من اگه معدلم رو ننویسم معدل من خوبه. معدل من 17 از دانشگاه شریف. چطور خوب بودن خودم رو نشون بدم؟ ببینید وقتی که میخواید رزومه تحصیلی بفرستید این حرف درسته. حق با شماست. اما در مورد رزومه شغلی این حرف درست نیست گفتیم معدل پایین رو که قطعا نویسیم الان در مورد معدل بالا میخوایم صحبت کنیم چرا توی رزومه شغلی نوشتن معدل درست نیست معدل بالا نشوندهنده دهنده توانایی تحصیلی منه نشوندهنده دهنده توانایی کاری من نیست الزامن کسی که معدلش بالاست توی شغل هم موفق نمیشه با آخرین مدرک تحصیلیتون شروع میکنید حالا که میخوایم بنویسیم میخوایم بنویسیم سوابق تحصیلی من ایناست با آخرین مدرک تحصیلی شروع میکنیم به سمت عقب حرکت میکنیم به این ترتیب آخرین تحصیلاتی که شما دارید مثلا دکترا هستید یا کارشناسی ارشد اولین چیزیه که کارفرما مشاهده میکنه نام مؤسسه تحصیلیتون رو با دقت بنویسید اگر مؤسسه معتبر و شناخته شده ایه این امر میتونه جلب توجه ایجاد کنه رشته تحصیلیتون رو بنویسید و اگر دارید برای جایی رزومه می نویسید که تو آگهی زده گرایش مهمه مثلا زده من مهندس مواد میخوایم گرایشش هم حتما جوش باشه یا خوردگی باشه قطعا بنویسید گرایش جوشکاری. مدت زمانی که توی هر مؤسسه سپری کردید رو باید بنویسید دانشگاهی که میرفتم سال شروعش این بوده سال پایانش رو هم حتما می نویسید چرا چون این نشون میده که شما وقفه داشتید یا نه وقفه تحصیلی داخل مقطع لیسانس دکترا ارشد داشتید یا نه ممکنه من تو تحصیلاتم یک وقفه ایجاد شده من یک دوره کارشناسی رو که باید 8 ترم تمام کردم 10 ترم 11 ترم تمام کردم خب شما وقتی اینو می نویسید توضیح هم برای این وقفه داشته باشید مثلا بگید مرخصی تحصیلی داشتم بیماری یکی از بستگان بوده جلوی این میاید در حد یک پاراگراف یک بند کوچیک داخل یک گیومه توضیح میدید که چیه چرا من این وقفه داشتم کسی که میخواد کارمندی رو استخدام کنه نگاه میکنه میگه خب این قرار بوده اینجا هشت ترمه تموم کنه چرا ده ترمه 11 ترمه تموم کرده آدم مسئولیت پذیری ممکنه نباشه اما یک بحث خیلی مهم سوابق شغلیه نوشتن سوابق شغلی تو رزومه یک مرحله بسیار حیاتیه و باید به شکل جامع و مؤثر نوشته بشه و نکاتی هستن که حتما باید رعایت بشه اولی مورد ترتیب زمانیه با آخرین سابقه شغلی شروع میکنید به سمت عقب یا به سمت حالا اگر سطر نوشتید به سمت پایین حرکت میکنید به سمت گذشته حرکت میکنید و به این صورت شما میاد سابقه شغلیتون رو بنویسید چرا چون این امکان رو فراهم میکنه تا کارفرما آخرین سابقه شغلی که شما داشتید رو اول مشاهده کنه عنوان شغلی رو حتما بنویسید واضح و مرتبط بنویسید که مرتبط با این حوزه ای کاری که قرار بهش استخدام بشید بنویسید که عنوان شغلی من این بوده نام شرکت رو می نویسید شرکت یا سازمانی که توش کار کردید خیلی مهمه حتما باید مدت زمان کارتون رو بنویسید که چه مدت زمانی توی این شغل بودید چه دستاوردهایی داشتید حتما باید اینا رو بنویسید تو سابقه شغلی بگید مسئولیتاتون چی بوده وظایفتون چی بوده دستاورد هایی که توی هر محل شغلی داشتید چی بوده اگر امکان داره از اعداد و آمار استفاده کنید بگید من مثلا سی درصد فروش شرکت رو زیاد کردم حتما هم جملاتی که می نویسید جذاب باشه مختصر باشه تا کارفرما حوصلش سر نره و جلب توجه کنه جمله که نوشتید و نکته خیلی مهم اینه که به روز بودن رزومتون به روز رسانی داشته باشید اطمینان حاصل کنید که سوابق شغلی شما به روزه و همیشه جدیدترین سوابق شغلی شما ذکر شده خب پس سوابق شغلی رو چجوری بنویسیم در مورد تحصیلات که کامل صحبت کردیم خب طبیعتا اگر دارم رزومه زمانی می نویسم باید بیایم از آخر به اول بنویسیم معرفی خیلی کوتاه از مجموعه که توش کار کردم در واقع ما داخل رزومه خیلی مختصر و تیتر فایل میایم عنوان شغلیمون رو توی فلان شرکت بنویسیم مدت زمان رو هم می‌نویسیم. از 1390 تا 93 من تحت این عنوان شغلی تو این شرکت مشغول به کار بودم این میشه نحوه صحیح ارائه سوابق شغلی در رزومه اما وقتی میخوایم سی بنویسیم یه مقدار شرایط متفاوت میشه داخل سی وی گاه هم باید بنویسیم که گزارش دهی من به کی بوده این مورد توی رزومه رایج نیست تا توی سی وی رایجه و البته منظور من اینجا اسم شخص نیست عنوان شغلی من گزارش دهی به مدیر ارشد یا به مدیر عامل داشتم خب من وقتی داشتم یه کاری انجام میدادم گزارش من... می تهیه میکردم این گزارش دهی ها به کی بوده مسئولیت من چی بوده و من چه دستاوردی برای اونجا داشتم اینا رو باید توی سیوی مفصلتر بنویسیم ولی توی رزومه خیلی مختصر باید جملاتمون رو بنویسیم خب پس دونستیم که چطور باید سوابق شغلی رو داخل رزومه بنویسیم ممکنه من چند سالی سر کار نرفتم باید بیام توضیح بدم که اگر بین سوابق شغلی من فاصله وجود داره دلیلش چیه چرا چون این فاصله برای کسی که میخواد من رو استخدام کنه نگرانی ایجاد میکنه میگه اگر این آدم صلاحیت داشته اگر این آدم توانایی داشته اگر این آدم مهارت داشته پس چرا نتونسته کار پیدا کنه؟ یه مدتی از کار دور بوده آیا هنوز مواردی که باید در موردشون حضور ذهن داشته باشه رو داره؟